یک بانوی افغان الاصل امریکایی که تا حال چندین کتابی از او به زبان انگلیسی انتشار یافته، اکنون در نظر دارد تا وارد میدان سیاست شود و در ایالت مریلند امریکا خود را در انتخابات کاندید کند. دکتر نادیا هاشمی در ایالات متحده زاده شده و رشته تحصیلیش طبابت است. مرواریدی که صدفش را شکست نخستین اثر داستانی او بود که 3 سال قبل به زبان انگلیسی به چاپ رسید. در مورد برنامه های دکتر نادیا هاشمی صحبتی داریم با خود او که امروز در استدیوی مرکزی مهمان ماند. خب بانو هاشمی سلام، بر شما خوش آمدین به برنامه ما. کتابایتان میبینم نام خدا، کتابای بسیار زیبا معلوم میشه. در اول اگر بگوین که چطور شد که از رشته طبابت به نویسندگی رو آوردین و حالا از نویسندگی میخواین که به سیاست رو بیارین، با چه آرمانی؟ جاجات سلام، تشکر از اینکه مرا اینجا آوردین و میتونم که امروز شما صحبت کنم. باقی مانده صحبت مرا به انگلیسی صحبت میکنم، چرا که در کاری که انجام میتونم زبان انگلیسی را استفاده کردیم. دلیل ای که من تغییرات آوردم، میخواستم مردم را کمک کنم و برای کمک به مردم من آیدیا و عقیده تبر و ساینس را انتخاب کردم و خصوص کار کردن با اطفال که راه است که میتونیم آینده را از طریق زود تاثیر گذار باشین. ما با کار با اطفال تماس مستقیم با اونا را دوست دارم و راه های بعدن فکر کردم که راه های دیگه هم هست که با گفتن قصه ها میتون به مردم رسید و این زمان بود که من به نوشتن روی آوردم و قصه هایی را به نشر سپردم که میتونم مردم را در گرد جهان با اونا در تماس شوم از طریق این ناول های خود و هدف معمی بود که قصه های افغانستان را به شکل جانی نوشتم و حال من میخوایم یک چالش و دشواری دیگه را به مبارزه به طلبم و مشکلاتی را که مردم دارن از طریق سیاست بتونم او را حل کنم. با کدام کرسی میخواین که خود را کاندید بسازین و با در نظر داشت از این که شما یک سابقه از افغانستان دارین، یعنی در اصل افغان هستین و خانم هستین، مسلمان هستین، چقدر شانس خود را میبینین که در این انتخابات شما برنده شوین؟ ما برای بخش 6 مریلند مبارزه خواهد کردم که این کرسی را در مجلس نمایندگان در کانگرس بر ما برمقام خواهد آورد اگر برنده شم و فکر میکنم بسیار احتمالش میره و من میبینم که برنده میشم. دلیل از او ایست که ما به والدین خود نگاه میکنم و نسل های از افغان ها نگاه میکنم که به این کشور با بسیار اندک داشته آمدن و وقتی شما میبینید که چه دستاورد های افغان ها داشتن. ما دکتر هستیم، ما صاحب تجارت ها هستیم، ما در حکومت شامل هستیم، ما در هر مقام و بخش حرفه‌ای ما جایی داریم و وقتی که ما این تصمیم خود را رسما اعلام کردم، تعداد جوانان افغانی که برای کمک به ما آمدن با توانایی های مختلف خارق‌العاده بود و من فکر میکنم که ما قادر به انجام از او هستیم و این کشور است که توسط ماجرین بنا نهاده شده. من کتابایتان را میبینم، 5 جلد کتاب که شما نوشتین و کتاب اولتان است که یک تصویری از یک زن و یک دختر افغان هم فکر میکنم بر اساس لباسشان فکر میکنم افغان باشن دیده میشه. شما در ایالات متحده امریکا تولدشین، در اینجا بزرگ شدین، آیا تا به حال به افغانستان سفر کردین یا خیر و تا چه حد محتوای این کتاب ها با افغانستان پیوندی داره؟ من به افغانستان در سال 2003 با والدینم سفر کردم، خانواده های ما را ملاقات کردیم، به مکاتب رفتم، شفاخانه را بازدید کردم تا میخواستم یک تابانه و ساختار جامعه را با آشنایی پیدا کنم و این کتاب در مورد مبارزه و دشواری ها و قهرمانی مردم افغانستان است که بعد از سالها جنگ با او روبرو شدن و همچنین این کتاب ها موضوعاتش بسیار جهانی است. وقتی من روی فساد سیاسی صحبت میکنم، روی فقر، روی مواد مخدر، روی سوء استفاده و خشونت با اطفال، این موضوعات است که مردم میتونن با او ارتباط برقرار کنن، موضوعات است که امریکایی ها با او مواجه هستن، استرالیایی ها با او مواجه هستن، موضوعات مخصوصا افغانی میگیره. بله، خب افزون بر نویسندگی و طبابت شما در محافل به سخنرانی های هم میپردازین. در این مورد اگر کم معلومات بتین که موضوع سخنرانی تان در همچون محافل عمدتا چیا میباشه؟
موضوعاتی که من در این خطاب ها با اون میپردازم روی موضوعات کتاب های ماست، روی روابط سیاسی و تاثیر از او بر افراد، روی مقتدر ساختن جوانان به خصوص دخترها. من خوشبخت بودم که خانواده داشتم که مرا حمایت میکردن و مرا تشویق میکردن که به پیش برم، و این چیزی است که من میخوام همه دخترها داشته باشن و صحبت روی موضوع باشه که چطور ما یکی دیگر را مقتدر میسازیم، چطور با این مشکلات مبارزه میکنیم و چطور به پیش میریم. تشکر، شما موفق باشین. زنده باشین. تشکر.